این ساز یه احساسی داره، یه احساسی داره که بقیه سازان ندارن. هم میشه آهنگای شاد رو باش زد، هم میشه آهنگای غمگین رو باش زد. البته در دستگاه مختلفی هم میشه باش زد. البته نوت خاصی نداره. این ساز نوت خاصی نداره. به خاطر اینکه ساز نیامون هیچ کدومشون مثل همدیگه نیست. به خاطر همین نوتی نمیشه براش داد. هر نوتی مخصوص خود سازه. برای رفتن تو دریا و برای روحیه دادن به خود صیادا ساز نیامون رو با خودشون میبردن، یزله میخوندن، یزله میگرفتن. یا آهنگای خاصی دارن مثل هلی یالا هلی یالا. دلنشینتر از همه ساز است، سختتر از همه سازا یاد میگیرن، دلنشینتر از همه ساز همین. یعنی صداش که بیرون میاد اصلا از عرض کردم خدمت، از بچه کوچکتر آدم بزرگ شاد و غمناک میکنه. ساز بندری هم بهش میگن. این ساز تقریبا میشه گفت 200 سال تو استان تو بوشه دیده شده و از سال 1841 چون تقریبا 200 سال کمتر 200 سال این ساز ازش عکس گرفته شده، نقاشی شده و توی کتاب آورده شده. در جنگ ها استفاده می شده. حالا چرا استفاده می شده؟ این نیامون استفاده می شده که در نیروهای دشمن و نیروهای خودی تحریک ایجاد کنن. و حتی ما اسناد مدارکی داریم در واقع که در اروپا در جنگ های مختلف استفاده می شده که برای تحریک دشمن و تحریک نیروهای خودی.